اقدام های ملی و نجات پرستانه هندوها روز به روز در حال افزایش است و میتوان گفت که دیگر محدود به کشور هند نیست در همین راستا شبکه خبری الجزیره با انتشار گزارشی مفصل در این باره نسبت به خطرات فزاینده ملی گرای هندو در جهان هشدار داد همکارم علی اکبری گزارش میدهد خبرگزاری الجزیره در گزارشی درباره خشونت های اخیر ملی یعنی افراطی هندو در بریتانیا این اتفاقات را یک زنگ بیدار باش نمیده که نشان میدهد ناسیونالیسم هندو دیگر تنها در هند یک پدیده نگران کننده محسوب نمی و تبدیل به یک موزل جهانی شده است که صلح را در آینده تهدید می کند. در بخشی از این گزارش که توسط سام دیپسن استاد مطالعات توسعه بین المللی در دانشگاه روسکیل نوشته شده آمده راست های افراتی هندو که شاخه های خارج از کشور حزب حاکم بحارتی یا جانتا و متحدینی مانند شورای جهانی هندو این دیدگاه را نمایندگی می کنند مدت های مدیدی است که به انتشار دیدگاه خود در سراسر سر جهان می پردازند. حالا ولی وقایع اخیر بریتانیا نشان می دهد که رویای این ملی برای تبلیغ فلسفه سیاسیشان به روش های جدید و خشونت همیز در خیابان های, های بسیار دور از هند در آستانه تحقق است. 17 سپتامبر گروهی از مردان جوان هندو که سرود ملی گرایان جنگ طلبانه بر لب داشتند در خیابان های شهر لستر به مسلمانان حمله کردند. نوعی نمایش مردانگی و به عبارت بهتر قدرت نمایی قرور و شونیسم هندو که ملی گرایان این کشور همیشه آرزویان را داشتند. این تنش ها البته منحصر به این راه به اخیر نیست و مدتهای زیادی در جریان بوده است می یک نوجوان مسلمان در لستر به دلیل حمله جمعیتی از ملی گرایان هندو در بیمارستان بستری شد ماه اوت هم پس از پیروزی تیم کریکت هند در برابر پاکستان گروهی از هندوها در خیابانها با شعار مرگ بر پاکستان به راه افتاده و سپس یک مرد سیک را زیر کتک گرفتند. گزارش های مشابهی درباره دومین مسابقه کریکت بین دو کشور نیز که در آن هند شکست خود وجود دارد در پاسخ گروه هایی از مردان مسلمان نیز تظاهراتی برگزار کردند و پرچم یک مرکز مذهبی هندو را پایین کشیدند در این زمینه سابقه طولانی همکاری بین ملیگرایان هندو و حزب محافظه کار بریتانیا را نباید نگفته گذاشت که اش را در حمایت هندوها از رقیب صادق خان در انتخابات شهرداری لندن در سال 2016 یا کمپین های هندوها علیه جرمی کوربین رهبر وقت حزب کارگر در انتخابات سال 2019 می تواند به مشاهده نشست. علی اکبری اخبار